میخواستم بگم که خب ما داریم در مورد خودکشی و عللش صحبت میکنیم، بهتره که یه نگاهی هم به اتفاقای همین سال اخیر بندازیم که چه خودکشی های اتفاق افتاده. تو همین امسال چند تا دانش آموز به دلیل نداشتن گوشی تلفن همراه که کلاسه درسشون رو با اون بگذرونن خودکشی کردن. یعنی خودکشی هایی که خبری شده و هممون در جریانش هستیم. انجیو ها را اگه نگاه بکنیم، انجیو مثلا جمعیت امام علی امسال چند تا از دانش آموزاش خودکشی کردن که آخرین خودکشی هم که اتفاق افتاد و اگه یادتون باشه رضا پسری بود که توی برنامه ماه عسل هم حضور داشت و اونجا معروف شده بود به پسر بدون آرزو. و این خب خیلی، یعنی بخوایم به این اتفاق خودکشی توی کشور نگاه کنیم با توجه به اینکه حالا آماری هم به طور کلی ما از مزلات اجتماعی توی کشورمون آمار دقیقی معمولا نداریم و خلاصه میشه تون اتفاقاتی که توی رسانه ها و مطبوعات صدا میکنه، ما میبینیم که توی کشورمون توی این سال اخیر خب خیلی افزایش خودکشی رو شاهدیم، همونطوری که افزایش فقر رو شاهدیم، همونطوری که افزایش اتفاقای عجیب غریبی که توی کشورمون میبینیم از لحاظ اجتماعی داره اتفاق میافته. و واقعا باید یه فکر اساسی برای این مسئله داشته باشیم. شاید حالا در حدی از دست ما بر بیاد که نسبت به اطرافیان خودمون بخوایم حساسیت بیشتری به خرج بدیم، بخوایم توی شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی بکنیم و اگه که متخصص باشیم به مراجعینمون خدمات مختلفی ارائه بدیم. و فکر میکنم که این خیلی فراتر از این قضیه است، یه جورایی مسئله نانه که داره این خودکشی های اخیر رو به وجود میاره، نان و محرومیت ها از انواع مختلفه که خیلی داره افزایش دهنده این مزل میشه توی جامعهمون. و فکر میکنم که هر کدوممون هم مسئولیم که در یه حدی اگه حتی کمک نمی کنیم به کاهش مزل خودکشی توی جامعه، حداقل تشدید کننده اون میتونیم نباشیم، میتونیم فشارهای غیر ضروری به جامعه، به افراد کودکان و جوانان وارد نکنیم. و یا میتونیم که اگر خبرنگار هستیم و رسانه‌ای داریم، وظایف رسانه‌ای خودمون رو درست انجام بدیم. مثلا من خودم یادمه که واسه همین مورد اخیره که بود تحت پوشش جمعیت و خودکشی کرد، رسانه های مختلف به جای اینکه بخوان ریشه‌ای به مسئله نگاه بکنن و علل خودکشی های توی جامعه رو که ریشش فقر، ریشش محرومیت، ریشش فرهنگ نادرسته بیان بکنن، بدتر از اون داشتن یه حالت الگوسازی توی جامعه و نشون دادن بیش از اندازه این خودکشی و به شکل تخریبیارش انجام بدن. خب این خیلی خطرناک بود. یعنی میدونم که مددکاران اجتماعی خیلی نگران این بودن که خب بچه های دیگه که تا الان دیده نشدن و میبینن که رضا به خاطر این اتفاق اینقدر در مورد صحبت میشه، در موردش گفتگو میشه، اینقدر افسوس خورده میشه، حسرت میخورن که الان اون بچه توی جامعه ما نیست، الان داره استعدادش دیده میشه. شاید قبلش خود جمعیت امام علی اگه تئاتر میذاشت رضا بازیگرش بود، به سختی شاید میتونست اون سالن رو پر بکنه، چون جامعه معمولا توجهی نمیکنه به مزلات و افراد محروم توی جامعه. ولی خب خبرنگارا بکنم مثلا خبرگزاری هایی که هیچ وقت خبر خودکشی رو ریشه یابی و تحلیل درست نکردن و حالا دارن به دلایل مختلف که حالا میخوان انجمن جمعیت امام علی رو بکوبونن
سر اینکه شما به خوبی از این بچه محافظت نکردین که این اتفاق افتاد، حالا دارن اینو این مسئله رو هی بیان میکنن به شکل تخریبگرش که تحریک کننده باشه واسه بچه های دیگه که حالا چه دارا و چه محروم که دیده نشدن، که این رو تو اون وضعیت هیجانی جامعه یه راه حل ببینن برای اینکه بتونن خودشون رو بروز بدن، حالا حتی در نبودشون. این رو باید خیلی درک بکنیم که ما حداقل اگر که کمک نمی کنیم به این مسئله کاهش آسیب، حداقل تشدید کنندش نباشیم به روش های مختلف. و اینکه هر کدوم از ما توی اطراف خودمون میتونیم آدمایی رو ببینیم که مستعد اینن که، یعنی در نهایت فکرشون دارن به خودکشی فکر میکنن، شاید چون تنها هن، شاید چون مشکلات خانوادگی و فرهنگی براشون پیش اومده، و ما میتونیم خودمون درد همو تا جایی که میتونیم دوا بکنیم.